برنامه خداونده یکتا و با عرض سلام شما بیننده ی هر ساعت خبر از یک هستین. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از تمامی طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ و خشونت دست بکشند. یان کوبش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان با انتشار اعلامیه از تمامی طرفهای درگیر خواسته است تا به خانواده های افغان اجازه دهند که این ماه پربرکت را در فضای صلح و امنیت تجلیل کنند. او می افزاید که در این ماه باید تمامی طرفهای جنگ برای ایجاد صلح و آسایش مردم افغانستان که از بیش از 3 دهه جنگ رنج بردند تلاش کنند. پاکستان تصمیم دارد تا موقف پناهندگی افغانها را که در آن کشور زندگی می کنند تا پایان سال روان میلادی لغو کند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این تصمیم می تواند سبب برگشت 3 میلیون پناهنده افغان به افغانستان شود و این مسئله بحران جدید را در کشور به وجود خواهد آورد. مقام های دولت پاکستان می گویند که جامعه جهانی خواستار تجدید نظر در این زمینه است. اما مهاجران افغان تهدید برای نظم، قانون و اقتصاد پاکستان به شمار می روند و در این تصمیم تجدید نظر نخواهد شد. ریاست امنیت ملی ولایت هلمند از بازداشت 4 طالب مسلح و کشته شدن یک فرمانده محلی آنان در ولسوالی نادعلی این ولایت خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی ولایت هلمند با پخش خبرنامه‌ای می‌گوید این افراد در نتیجه یک عملیات در مربوطات ولسوالی نادعلی این ولایت کشته و بازداشت شدند. بر بنیاد خبرنامه در این عملیات یک اراده موتر نو کرولا، 3 اراده موتورسیکلت و مقدار مهمات نیز به دست منصوبین این ریاست افتاده است. بر بنیاد یک خبر دیگر 4 طالب مسلح در نتیجه یک عملیات پلیس در ولسوالی‌های مرجه و نهر سراج نیز کشته شدند. یک فرمانده محلی طالبان در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بازداشت شد. فرماندهی پلیس این ولایت میگوید نیروهای پلیس شب گذشته عملیات را برای بازداشت یک فرمانده محلی طالبان به نام بشیر در مربوطات ولسوالی سرخرود انجام دادند که در نتیجه آن فرمانده یاد شده بازداشت، اما در جریان این عملیات یک کودک کشته و 2 کودک دیگر زخم برداشتند. قرار است به زودی نشست 3 جانبه میان افغانستان، هند و پاکستان برگزار شود. ریاست جمهوری میگوید که هدف از این نشست حمایت دراز مدت هند و پاکستان از افغانستان در کار مبارزه با هراس افغانی است. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که توافق روی این نشست در حاشیه نشست 3 جانبه دیروزی میان کابل، لندن و اسلام آباد در کابل صورت گرفته است. از سوی دیگر شماره از آگاهان سیاسی میگویند که بریتانیا باید بر حکومت نظامی پاکستان برای اقدام صادقانه پاکستان در امر مبارزه با هراس افغانی فشار بیاورد. دیروز کابل گواهی برگزاری نخستین نشست 3 جانبه میان افغانستان، بریتانیا و پاکستان با حضور نخست وزیران این دو کشور بود. هرچند هدف این نشست گفتگوها درباره مبارزه با هراس افغانی و حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده است، اما ریاست جمهوری میگوید که کابل انتظار دارد تا تعهدات این نشست به گونه جدی عملی شود. سخنگوی رئیس جمهور به تلویزیون یک میگوید که پاکستان پذیرفته است تا به زودی در نشست 3 جانبه میان هند، افغانستان و پاکستان شرکت کند. در ملاقات های دیروز همچنان توافق صورت گرفت که به زودی مقامات بلندرتبه دولتی افغانستان، پاکستان و هندوستان در آینده بسیار نزدیک ملاقات های منظمی را آغاز خواهد کردند که در جریان ملاقات ها این مقامات دولتی با یک میکانیزم فیصله کنن و با اساس همین میکانیزم باشه که یعنی روابط دو کشور و همکاری ها در امر مبارزه با تروریسم و اتفاقیت در منطقه گسترش پیدا کنن. در این میان شماری از آگاهان سیاسی هرچند نشست 3 جانبی روز گذشته در کابل را امیدوار کننده می دانند، اما تاکید می ورزند که تا هنگامی که بریتانیا بر حکومت نظامی پاکستان برای مبارزه با هراس افغانی فشار نیاورد، این نشست همانند نشست های دیگر و تعهدات باربار پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی بی نتیجه باقی خواهد ماند. برطانی تاثیرگذاری مطلق بالای پاکستان داره و ضمن از پاکستان و از منطقه شناخت بیشتری داره. اگر برطانی صادقانه فشار وارد کنه بالای پاکستان، امیدواری از این میره که ما به طرف صلح و پاکستان بالاخره قناعت کنه و به طرف صلح گا ببره. این
مذاکرات پشت درهای بسته که تانوز متوایش افشا هم نشده یک سر سوالا و تشویشای برای ما وجود داره، ولی اگر پا انگلستان معتقد به دموکراسی و آزادی و نظام مردم سالار در افغانستان باشه، میتونه پاکستان رو معتقد کنه در پروسه افغانستان همکاری کنن. این نخستین سفر راجا پرویز اشرف، نخست وزیر تازه پاکستان پس از رسیدن به این سمت به افغانستان است. او دیروز با شماری از سران احزاب سیاسی و گروه های اپوزیسیون نیز دیدار کرد. در این میان شماری از احزاب سیاسی میگویند که آنان در دیدارشان با نخست وزیر پاکستان از وی خواستند تا این بار به تعهداتش در برابر افغانستان صادقانه عمل کند. چیزی که ما از طرف مقابل شنیدیم دیده می شد که اینا به تعهد خود در این بار پایدار باقی بمانه. همراهان صدر اعظم پاکستان، وزیر خارجه، وزیر داخله و هیئتی که با اونا بودن همه علاقمندی ظاهری را برای صلح در افغانستان نشان دادن. پاکستان همواره از سوی مقام های افغان و جامعه جهانی متهم به حمایت از گروه های هراس افغانی و ایجاد پناهگاه های امن برای آموزش هراس افغانی در خاک این کشور است، چیزی که پاکستان همواره این اتهامات را بی‌بنیاد می‌خواند. با این همه شماری از آگاهان به این نظرند که پاکستان اکنون جز مبارزه صادقانه با هراس افغانی و عملکرد جدی برای نابودسازی لانه‌های هراس افغانان در خاکش، راهی برای بیرون رفت از بحران داخلی خود ندارد و باید در کار مبارزه با هراس افغانی در برابر افغانستان صادقانه عمل کند. این بود تازه‌ترین رویدادها تا این ساعت که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاسگزار هستم.